همراه هستیم با حسن منصور اقتصاددان. آقای منصور، آمار وصول درآمدهای نفتی تو ایران خیلی زد و نقیزه. حالا شما با توجه به این برایند بازار ایران به عنوان کارشناس به ما بگین تحلیلتون چیه؟ کدوم آمار الان به واقعیت نزدیکتره؟ عرض میکنم، اجازه بفرمایید بعد از این گزارش رو آقای آرد نادری با تایید اون چند نکته که مربوط به قضیه است عرض بکنم براتون. ببینید، این دولت در لایحه بودجه ارقام 965 تریلیون رو به عنوان درآمد، به عنوان درآمد اعلام کرده بود و به عنوان هزینه اعلام کرده بود، در مقابل اون 665-64 تریلیون به عنوان درآمد. از اینجا 301 تریلیون تومان کسری وجود داشت. قرار بود این کسری رو 157 تریلیون تومانش رو از طریق فروش مازاد فروش سرمایه و 104 تریلیون تومانش رو از طریق مازاد ایجاد بدهی جبران بکنن. از سوی دیگر وقتی این لایحه تبدیل به قانون شد، در مجلس درآمدهای ناشی از نفت رو افزایش دادن از 382 تریلیون تومان به 484 تریلیون تومان بالا بردن. این دولت در تمام این مدت خودش، رئیس دولت و وزرای مربوطشون اعلام کردن که همینطور که در گزارش بود نفت زیاد میفروشن، پولش هم میگیرن. حتی اعلام کردن که صادرات غیر نفتیشون تا رقم 100 میلیارد دلار بالا رفته است. ولی امروز دیوان محاسبات مجلس گزارش میدهد که در دو ماه تنها دولت توانسته است حدود 6% از کل منابع بودجه رو وصول بکنه، در حالی که هزینه‌اش در حدود 8.84 یعنی 9% بوده. به این ترتیب دولت رو دوچار اسرت دستنگی نشون داده. همینطوری در زمینه فروش سرمایه که قرار بود کسری رو جبران کنه فقط 13% عمل کرده و در مورد پرداخت بدهی 3% عمل کرده. این نشون میده که دست دولت علارغم تمام ادعاها تنگه. اما الان برگردم به بازار نفتی. ببینید، بازار نفتی بازار بسیار بسیار متحول، بازار بسیار حساسیه. امروز قیمتهای نفت برنت از 104 دلار برای بشکه تا 107 دلار برای بشکه نوسان کرد. برای نفت وست تگزاس انترمدیت از 102 تا 104 دلار در بشکه. ولی تمام گزارشهایی که در دست داریم حاکی از این است که روسیه نفت خودش رو در حدود 25 تا 32 دلار تخفیف در بشکه میفروشه و از این نظر چینی ها و هندی ها خرید خودشون رو از روسیه افزایش دادن. ایران برای اینکه بتونه بازار چینشو و هندشو حفظ کنه ناگزیر شده رو دست روسا بلند شده از اونها بیشتر تخفیف بده. بله. یعنی از قرار معلوم ایران در حدود 5 تا 10 دلار کمتر از روسیه نفت رو میفروشه. به این ترتیب عرض کنم این بازارها عملا در اختیار هند و چین و گزارش های غریبی که به دست میرسه در بازار این است که هند همین نفت های زیادی که میخره اینا رو تصفیه میکنه و به بازارهای آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا میفروشه که امر بعیدی نیست، ولی امری است که خارق عادت، یعنی چیزی که نباید اتفاق بیفته. آقای منصور، یه نکته دیگه هم امروز تو خبرها بود در بحث نقدینگی در ایران. طبق آمار بانک مرکزی که من از روهم میخونم چون رقمش خیلی عجیبه، 5000 تریلیون تومان الان نقدینگی ایران رسیده، یعنی یه چیزی 10-11 برابر دهه پیش. فکر میکنین که این چه بلایی سر معیشت مردم، چه بلایی سر بازار در ایران بیاره؟ خیلی کوتاه ممنون میشم. ببینید، نتیجه این چنین شده است که امروز یک تومان سال 1355 تا 57 برابر است با 4200 تومان. در نتیجه ملت در برابر این افزایش قیمت قرار می گیرند و نظام بانکی و بانک مرکزی ایران توان این رو که بتونه نقدینگی رو کنترل بکنه نداره. و من بارها عرض کردم که حتی اگر مجموعه نظام قدرتشون رو هم بذارن باز نمیتونن جلوی این فاجعه رو بگیرن. ممنون از توضیحات شما، حسن منصور اقتصاددان.